خوش به سوزم همچو اودو و نیست کردم همچو دود خوشتر از سوزش چه باشد چون تو دل سوزی کنی من الان دیگه خوش می سوزم خوش می سوزم یعنی چی؟ یعنی فضا رو باز می همانیدگی رو می بینم و اینو در حوشیاریم نگه می دارم می دونم که این باید بیفته بر حسب اون نمی ببینم چاره را از اون نمیخوام این به من چاره نمیده بنابراین خوش میسوزم وقتی میبینم این میفته لذت میبرم خوش آینده این سوختن و میبینم مثل دود هیچ میشم این از مرکز من میره بیرون یکی دیگه اینو داره میبره میگه که بهتر از سوختن بهتر از سوزاندن همانیدگی ها چه چیزیه در جهان در صورتی که دل منو تو بسوزونه دلسوزی در اینجا به معنی ترحم و مهربانی هست در فارسی ولی در اینجا واقعا میره به معنای سوختن دل میگه همانیدگی منو میدونم تو میسوزونی من فضا رو باز میکنم تو درد منو درمان میکنی تو درده های من رو شفا میدی دیگه این رنجش های من خشم های من داره میریزه خوشتر از این چی من داره حالم خوب میشه دیگه چیزی نیست خوشتر از این تو اینها رو از مرکز من بر میداری و خودتو قرار میدی شادی بی سبب تو قرار میدی آرامش تو قرار میدی من خرد از تو میگیرم دیگه خوشتر از این سوزش چیه حالا قبلا چیزهای بیرونی که من از اونا چاره میخواستم آدم ها دل منو میسوزوندن اون سوزش نمیخوام دید یه کسی پولشو به من نشون میداد پوز میداد من دلم میسوخت هیچ کاری هم نمیتونستم بکنم یا ظلم میکرد دل من میسوخت من الان میبینم که من از اون دلسوزی راحت شدم برای اینکه دیگه از چیزهای بیرونی چاره نمیخوام از موقعی که از چیزهای بیرونی چاره نمیخوام در این صورت مردم نمیتونن منو دلمو بسوزونن الان دلمو گذاشتم در اختیار تو تو میسوزونی پس بنابراین تو این همانیدگی ها رو در میسوزونی و هرچی تو میسوزونی من به تو زنده تر میشم حالم بهتر میشه که میبینی حال شما روز به روز بهتر میشه چرا زندگی در اثر فضاگوشایی شما همانیدگی های شما رو میسوزونه هم میسوزونه اینها رو و هوشیاری آزاد شده رو به همدیگه میدوزه دنبال چی هست؟ دنبال زنده کردن ما به بینهایت خودش حالا ما الان فهمیدیم که اینا رو خود زندگی خود خداوند انجام می